الکتریکی به دوبار هم اندازه و ناهمنام که در کنار هم قرار بگیرن دو قطبی الکتریکی میگویند. ببین الان یک بار مثبت داری، اینجا یک بار چی داری؟ منفی. خطوط میدان از بار مثبت خارج به بار منفی وارد میشوند، درست شد؟ پس به این شکل میگن یک شکل دو قطبی. نگاه کن، خطوط خارج، اینجا هم خارج، بعد برای یکی همگی میشن چی؟ وارد شدن. نکته بعدی، اگر بارها هم اندازه نباشند شکل حاصل از خطوط میدان دیگر متقارن نخواهد بود و خمیدگی های اطراف دو بار با هم متفاوت است. برای مثال الان اندازه بار مثبت از بار منفی بیشتره، پس ببین خمیدگی بار منفی خیلی بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی بار مثبت دوست داره، نگاه کن، شبیه حالت اول خودش باشه، اما بار منفی رو نگاه کن یه مرتبه پیچیده، درست شد؟ خب پس میتونم بگم خمیدگی کمتری دارد، ملاک خمیدگی کمتر و بیشتر رو میتوان از قیاس با حالت بار هم اندازه به راحتی فهمید. هر کدوم خمیدگیش کمتر باشه، یعنی بار بزرگتریه، و هر کدوم بیشتر خمیده بشه بار کوچیکتری است. خب الان با توجه به این شکل کیو مثبت چون خمیدگیش کمتر از کیو منفیه پس بزرگتره. اینجا رو نگاه بکن، کیو یک دارم، کیو دو رو هم دارم. کیو یک من همون شکل اصلی خودش رو داره طی میکنه، ولی کیو دو من داره زود تاب میخوره، پس اندازه کیو یک هم از کیو دو بزرگتر است. برای تشخیصش کافیه شما شکل متقارنش رو رسم بکنی، از اون مقایسه کنی. اگر نه که نکتهش هم اینه که هر کدوم خمیدگی کمتری درش نسبت به حالت تعادل ایجاد شد، اون بار بزرگتر هست. مثال شماره 49 گفته در شکل زیر خطوط میدان الکتریکی در مجاورت بارهای الکتریکی Q1, Q2 و Q3 رسم شدن. چند مورد از عبارتهای زیر صحیح است؟ خب ببین از اونجایی که شما نگاه میکنی Q3 میدانش داره به سمت خارج میره، پس بارش چیه؟ آفرین، مثبته. ببین باره نیومد بره داخل Q2، یعنی اومده این کنارا منحرف شده. از طرفی خود Q2 هم باراش اینجوری خارج شدن ازش، یعنی ببین نیومدن به سمت این، پس یعنی چی؟ یعنی دافعه برقراره، پس Q2 شما هم مثبته. خب چون مثبته این از اینجا قطعا میره داخل این دیگه، ببین خارج داره میشه وارد این میشه، پس این میشود منفی. خب میگه بار Q1 مثبت است، خب کاملا غلطه، منفیه. بردار میدان در نقطه A به صورت این حالتی است. خب در نقطه A میدان میشه خط مماس. من یه خط مماس خیلی سنگینی برات رسم میکنم، این درست شد؟ جهت خطوط میدان مگه از این ور به این ور نبود؟ پس بردار شما توی این نقطه یه همچین حالتیه، دقیقاً برعکسه. میدونی چرا اینجوری داده؟ کافی مثبت و منفی رو اشتباه گذاشته باشی. پ با قرار دادن ذره با بار منفی در نقطه ب نیروی الکتریکی وارد بر ذره به صورت جای خالی است. خب نگاه کن، من برای اینکه نیروشو به دست بیارم میدانشو نیاز دارم، مماس اینم رسم میکنم، اینم مماس این، مگه این حالتی نمی اومد؟ پس بردار میدان اینه، این میشه ای. بار چی دارم میذارم؟ منفی. بار منفی خلاف جهت میدان نیرو برش وارد میشه، پس جهت نیروش دقیقا به این سمته، دقیقا با چیزی که به ما گفته درسته. ت اندازه میدان الکتریکی ناشی از بار Q3 برابر با اندازه میدان الکتریکی ناشی از بار Q1 در محل قرارگیری بار Q3 است. از کجای همچی چیزی رو برداشت کرده؟ غیر ممکنه، هیچ توضیحی نداده. پس اینکه شما بیاید یه نتیجه رو خود به خودی بگیرید کاملا غلطه. بنابراین یه گزینه درسته که همون گزینه شماره P میشه. مثال شماره 50 گفته اگر بردارهای میدان الکتریکی در نقاط A و B مطابق شکل‌های زیر باشد، کدام گزینه میتواند شکل خطوط این میدان الکتریکی باشد؟ خب ای آر رو نشون داده، ای بی رو نشون داده، طول ای آر رو بزرگتر نشون داده،
تو کتاب درسی شما قید کرده که هر وقت طول یک بردار رو در مقایسه با یک بردار همجنس دیگش بلندتر میکشیم یعنی چی؟ قدرت بیشتری داره. پس من از روی بلندتر بودن این نسبت به این میفهمم ای آ بیشتر از ای بیه. خب قوی تر بودن میدان یعنی چی؟ یعنی تراکم خطوط میدان آ باید بیشتر از چی باشه؟ بی باشه. پس خطوط میدان تو نقطه آ بایستی به هم نزدیکتر باشن. تو نقطه آ نسبت به بی نیست، تو نقطه آ هست، تو نقطه آ متراکم تره، تو نقطه آ متراکم نیست. این از این. خب بین گزینه دو و سه کدوم گزینه رو بزنیم؟ ببین ما میدونیم جهت میدان شما داره به این سمت میره. خطوط میدان هیچگاه همدیگر را قطع نمی کنند. الان شما نگاه کن خطوط میدان دارن میان اینجا، در نهایتی همچین جایی به هم میرسن، قطع می کنند. پس این هم میشه غلط، جواب میشه گزینه دو. دو تا نکته. یک، میدانی که قوی تر باشه تراکم خطوطش بیشتره. دو، خطوط میدان هیچ وقت همدیگر را قطع نمی کنند. مثال شماره 51 گفته در شکل زیر کره با بار مثبت روی پایه عایق قرار دارد. شخصی در میدان الکتریکی حاصل از این کره ذره باردار مثبت را با سرعت ثابت در راستای افقی از نقطه B تا A جابجا می‌کند. کار شخص در این مدت اگر W باشد و کار نیروی حاصل از میدان W پرین باشد، اختلاف پتانسیل V A منهای V B هم دلتا V باشد، کدام رابطه درست است؟ سوال خارج کشور 96. خب من اولین کاری که میتونم انجام بدم ببینم چیه. یک کره داده با بار مثبت، برای بار مثبت خطوط میدان خارج میشدن. پس ببین این حالتیه دیگه، قبوله؟ اوکی، حالا اینجا همشون از یه نقطه شروع بشن. پس این نقطه که از آ ببره یه همچین حالتیه. من میتونم بگم جهت میدان از کجای؟ از بی به سمت کجا هست؟ آ. درست شد؟ خب بعدش من اومدم چه کار کردم؟ یه بار رو دارم میذارم داخل اینجا. خب یه بار چیه؟ مثبته. به بار مثبت در جهت میدان نیرو وارد میشه یا خلاف جهت میدان؟ به بار مثبت جهت میدان نیرو وارد میشود. خب ببین از B به A قرار بود بره، درسته؟ پس من میتونم بگم W که ناشی از در واقع این کره هستش چیه؟ مثبته. به تبع W شخصه که برعکسه چی میشه؟ منفی میشه. درست شد؟ جهت میدان هم یادت باشه همیشه از پتانسیل بیشتر به پتانسیل کمتره. پس V B از V A چی بوده؟ بیشتر بوده. حالا V B ببین اینجا از شما چی رو خواسته؟ V A منهای V رو خواسته. چون A کمتره مقدار میشه عددی منفی. پس میتونم بگم دلتا وی من منفی خواهد شد. درست شد؟ کار شخص در این میدان منفی خواهد شد و کار نیروی حاصل از میدان هم مثبت خواهد شد. پس میشه W این که مثبت، مثبت، منفی، مثبت، منفی. گزینه شماره 2 حواست باشه. مثال شماره 52 کتر مطابق شکل زیر از نقطه M یعنی بی نهایت تا نقطه N بی نهایت روی عمود منصفه دوبار جابجا می شود. میدان الکتریکی چگونه تغییر می کند؟ خب ببین چیزی که وجود داره اینه که میدان به دو تا پارامتر بستگی داره، یکی به بارهایی که وجود دارن و یکی به فاصله شون. قبول داری توی نقطه M من میتونم بگم فاصله رو اگه با R نشون بدم چیه؟ مساوی بی نهایته. پس میدان من چیه؟ خب تقریبا نزدیک صفره، ضعیفه ولی صفر نیست. هرچی که میام پایین تر، درست شد؟ درست شد؟ وقتی که دارم میام پایین R من چی میشه؟ کم میشه. پس در ازاش E من افزایش پیدا میکنه. قبوله؟ خب
بعد از اون میاد به نقطه او میرسه. پس تو نقطه او من میتونم بگم آره من خب تقریبا میرسه به مینیموم حالت. خیلی هم میگن خب اینجا میدان زیاد میشه. یادت باشه نقطه‌ای که وسط دوتا بار همنامه هم اندازه باشه نقطه کوره. توی نقطه او ای شما میشود چی؟ صفر. درست شد؟ یه کوچولو از او اگر در بیاد بیرون، یعنی ببین آر شما دوباره زیاد بشه، ای از صفر بیشتر میشه، پس ای زیاد میشه، در نهایت برای رسیدن به این آر میرسه خودشو به بی نهایت، پس ای شما تقریبا میشود صفر. ببین اول صفر بوده زیاد میشه، پس میشه افزایش، بعدش میاد میرسه به صفر کاهش، بعدش زیاد میشه دوباره افزایش، بعدش دوباره به صفر نزدیک میشه میشود کاهش. توی کتاب های هالیدی در دانشگاه هم دقیقا به دست میارید که کجا ماکزیموم میشه، چه فاصله این نیروها بیشترین حالت میدان رو براشون ایجاد میکنه، که موضوع کتاب ما و درس ما نیستش. مثال شماره 53 گفته در شکل مقابل بر اساس خطوط میدان رسم شده دو بار از نظر اندازه و نوع با هم مقایسه کنید. خب خطوط میدان از 1 خارج شده، از 2 هم خارج شده، پس هرگاه خطوط خارج بشه چی میشه؟ بار مثبت. من میتونم بگم Q1 و Q2 هر جفتشون چی هن؟ مثبتن، چون خارج شدن. قبوله؟ حالا گفته اندازش هم بگو. ببین از اونجایی که این دوتا خب یه حالت این حالتی نیستند، ببین متقارن شکل نیستن، پس اندازشون دیگه با هم برابر نیست. خب ببین این بیشتر به این شبیه یا این بیشتر به این شبیه؟ باریکلا سمت چپیه، ببین به شکل تقارنش بیشتر نزدیکه، پس این بزرگتره، یا اصطلاحاً Q1 انحراف بیشتری براش ایجاد شده، پس من میتونم بگم بار Q2 از نظر اندازه بیشتر از بار Q1 هست. هر دو مثبت، Q2 از Q1 بزرگتر هست. اگر به دو گلوله رسانا که توسط دو نخ همطول از یک نقطه آویزان شده است بارهای همنام بدهیم، تشکیل یک سیستمی رو میده که خیلی وقتا طراحا ازش استفاده میکنن برای سوال دادن. آونگ ها به دو طریق خب برای ما میتونن تولید سوال بکنن. ببین تو درسنامه دو تا گلوله همنام وقتی که میدیم چه اتفاقی میفته؟ طبق قانون کولون همدیگر رو دفع میکنن. پس من میتونم بگم ببین یه دونه نیرو رو به این ور، یه دونه نیرو به این ور، این میشود F، اینم میشه F. خب این اگر یک باشه دو، این میشه F چی؟ در واقع 1/2. مقدارش چی میشه؟ F 1/2 میشه Q1 Q2 به روی R به توان 2. Rش هم که میشه فاصله بین دوتا بار. اوکیه. نکته که خیلی مهمه، آقا اگر اندازه این بارها با هم متفاوت باشه آیا زاویه انحراف تغییر میکنه؟ خیر. خیر. چرا؟ چون F میشه Q1 Q2. این وقتی بزرگتر از این باشه توی F1/2 این هست، اینم هست. تو F2/1 هم باز این هست، اینم هست. چه فرقی میکنه؟ خب آیا هیچ وقت زاویه نمیتونه فرق کنه؟ چرا؟ اگر MG این گلوله، ببین بارشون برابر باشه، ولی MG گلوله بیشتر باشه، مخرج کس ناخواسته بزرگتر میشه، اون موقع زاویه متفاوت میشه. پس ببین تانجانت تتا گفته میشه F به MG. MG نیروش کجاست؟ به این حالت. خب تانجانت میشه چی؟ مقابل به چی؟ مجاور. درست شد؟ خب نگاه کن الان اینجا رو، الان مقابل شما ببین زاویه دیگه. درست شد؟ خب قبول داری؟ این در حکم چیه؟ F شماه، این در حکم MG. پس اگر این تتا رو به هت بده، تانجانت تتا میشه مقابل F به روی MG.
به راحتی میتونی به دست بیاری. به تب هر چقدر اما متفاوت بشه، ببین ام وقتی که بزرگتر بشه مخرج کسب رو بزرگتر میکنه و شما زاویه هاتون دچار تغییر میشه. یک حالتش این حالته برای آونگ ها. حالت بعدی که خیلی وقتا میتونه توی سوال بده اینه که اینجوری نباشه. ببین یه مکسری میدان رو بکشه، حالا یه آونگی رو ما بیاریم چیکار بکنیم؟ اینجا آویزونش کنیم. خب نگاه کن، وقتی که این میدان ها برقرار میشن چه اتفاقی میفته؟ وقتی که میدان برقرار میشه درست شد، نیرو تولید میکنه. این یه آونگ الکتریکی، یعنی خودش بار داره. خب اگر بار مثبت یا منفی داشته باشیم، من میتونم بگم فرض کن کیو مثبته، همجهت با میدان نیرو بهش وارد میشه، آونگ شما از حالت تعادل میاد توی این حالت. فرض کن بار منفیه، خلاف جهت میدان نیرو وارد میشه، آونگ شما میفته توی این حالت. اون موقع دوباره رابطه تانژانت تتا مساوی با F به روی MG رو می نویسی. فقط F دیگه ناشی از کولون نیست، F ناشی از چی؟ میدانشه، میشه در واقع EQ. حله؟ این نکته ای که بایستی در مورد آونگ ها بلد باشی. مثال شماره 54 گفته ذره‌ای به جرم 2 گرم مطابق شکل در یک میدان الکتریکی یک نواخت با بزرگی 10^6 نیوتن در حالت تعادل قرار دارد، بار Q کدام است؟ خب ببین ما تو درسنامه مفصل در مورد نیروی کولونیش توضیح دادیم، خیلی هم مثال حل کردیم، تقریبا الان مثال 54 میتونیم بگیم نزدیک به 40 تا مثال نیرو و میدان کولون حل کردیم. دیگه احساس نمی‌کنم لزومی برای به دست آوردن F مساوی کاکیو 1 کیو 2 داشته باشیم. اینجا اومدم به شما چی رو دادم؟ از طریق میدانش رو خواستم. خب ببین باری که من دارم نمیدونم چیه، اما نگاه کن کدوم وری منحرف شده، رو به این ور، میدان این طرفه، گلوله رفته اون طرف، پس جهت افت کدوم سمتیه؟ اینجا. چون ببین خوب نگاه کن، چون اف و ای خلاف جهت همان، یعنی بار چی بوده؟ باریکلا بار منفی بوده، اوکیه؟ از طرف دیگه من میتونم بگم تانژانت تتا میشود F به MG، F شما میشود EQ به MG. خب Mو دارم 2 گرم، E هم دارم 10^6، پس میتونم بگم تانژانت چند درجه؟ چند؟ باریکلا اگر تو ذهن خودت داری میگی 53، تو دام افتادی، تتا شما اینه 37ه. اگر اونو بگیری با برعکس بگی، اوکیه؟ ببین اگر شما الان جلوتر میگم تانژانت 37 مساوی میشود با ای شما 10^6 ضرب در کیو که مجهوله بروی ام شما 2^-3 ضرب در 10. تانژانت 37 میشه سینوس 37 به کسینوس 37، سینوسش از 6/10 کسینوسش 8/10 میشه 6/8 یا 3/4، پس 3/4 میشود کیو ضرب در 10^ چند تا؟ 6 تا. اینم که میشود 2^-2. بنابراین میتونم بگم من این 4 رو میتونم با این 2 ساده بکنم، میشود 2، 3/2 میشود 1.5 در 10^-2. اینم که بیاد تو مخرجش میشود 10^-6، پس میشود 15 نانو کولون. این میشه مقدار شما، اوکیه؟ از طرفی اینجا رو خوب نگاه کن، حواست به این نکته باشه، اگر شما با 53 درجه بخوای حل بکنی، ببین تانژانت 53 شما مقابل رو بهت میده چی؟ همون MG که اینجا وجود داره، درست شد؟ پس اگه تانژانت 53 بزنم میشه مقابلم MG به مجاورم F، برعکس این میشه. شما میدونی تانژانت 53 میشه 4/3، به راحتی میتونی به دستش بیاری. میدان الکتریکی یک نواخت به میدانی گفته میشه که
در تمام نقاطش یک نواخت باشه. یه ایراد کوچولو خیلی وقتا بچه ها دارن. بچه های کنکوری دیگه فکر میکنم مفهوم یک نواختی رو میفهمن بعد از خوندن سینماتیک دینامیک، اما بچه های 11 هم یادتون باشه یک نواخت بودن کمیت های ما از دو منظرگاهی بررسی میشن. کمیتی مثل میدان که اینجا دارم بررسی میکنم یک کمیت برداریه. حواست هست کمیت برداریه. کمیت های برداری هم بایستی اندازشون یک نواخت باشه هم جهتشون یک نواخت باشه، پس حواست حتما باشه. میدانی را گویند که اندازه و جهت آن در تمام نقاط آن یکسان باشد. بردار میدان یک نواخت صاف و موازی هستند. ببین، صاف و موازی هستند، مانند میدان الکتریکی میان صفحات یک خازن که جلوتر میخونیم، یا میدان بین دو صفحه رسانا با بارهای هم اندازه غیر همنام که ای مساوی می شود با وی تقسیم بر دی، که ای من هست میدان، درست شد، وی من هست ولتاژ، دی من هم هست فاصله بر حسب متر. خب ولتاژ شما می شود چی؟ وی. قبول میدان شما چی بود؟ نیوتن بر کولون. بس حواست باشه دلتای وی هم مساوی می شود با ای ضرب در دی. شاید پیش خودت بگی آقا من از کجا بفهمم که وی تقسیم بر ام همون نیوتن بر کولونه؟ کار سختی نیست، شما با تبدیل کردن روابط میتونید اینها رو به هم دیگه تبدیل کنید. مثال شماره 55 گفته کدام یکی از میدانهای الکتریکی زیر میدان الکتریکی یک نواخت می باشد. با همدیگه بررسی بکنیم. ما گفتیم بایستی اندازه و جهتش یکسان باشه. خب توی اینجا اگر نگاه بکنم میدان ای من از نظر فاصله ای تراکم خطوط که اندازه رو نشون میده کاملا مشابه همه. قبوله؟ پس اینجا میتونم بگم اندازش اوکیه، اما جهتش هم اوکیه. جهت شما خط مستقیمه، یک خط صاف رو داره نشون میده. بردار میدان شما اگر توی هر نقطه بگیری یک حالتی رو داره، پس این الان جهتش اوکی نیست، پس این میدان میدان یک نواخت نخواهد بود. حله؟ بریم سراغ بعدی. برای بعدی فاصله شو به من داده دی 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 و دی. بله از نظر اندازه‌ای کاملا اوکیه. جهت چی؟ همگی خطوط مستقیم هستند و در یک جهت هم هستند. بله کاملا درسته. بعدی فاصله رو به من داده دی، بعدش داده چی؟ سی دی. دی دوباره دی سی دی. اه فاصلهش داره کم و زیاد میشه. کم و زیاد شدن فاصله یعنی کم و زیاد شدن تراکم خطوط میدان. پس اندازه میدان شما ببین الان اندازهش اوکی هست یا نیست؟ نیست، اما جهتش چیه؟ اوکیه. خب پس این هم خط میخوره، بنابراین فقط میدان بی میشه میدان یک نواخت. پس گزینه هامون الف داره، پ، این که هیچی، میشود گزینه شماره 4. الکترو استراتژی یا ESP ها. ببین توی کارخونجات از این رسوب دهنده ها استفاده می کنن و یک مکانیزم جالبی رو داره که مرتبط با فصل کتاب ما هستش. میگه برای جلوگیری از ورود خاکستر و غبار ناشی از سوخت های مانند زغال سنگ از دودکش میایم رسوب دهنده استفاده می کنیم. خب رسوب دهنده شامل شبکه فلزی است که توسط دو صفحه فلزی دیگر که به زمین متصل هستند محصور شده. شبکه فلزی رو به صورت منفی باردارش می کنند، پس داره از خاصیت باردار کردن استفاده می کنه. ذرات نیز حین عبور بار منفی به خودشون می گیرند. این ذرات در اثر القا جذب صفحات فلزی بزرگ می شوند و این صفحات چون به زمین متصل هستند بار خود را از دست می دهند.
و بر اثر ثقل ذرات شما سقوط خواهند کرد. ببین اینجا دیواره دودکش شماه، این هم دقیقا همون شبکه فلزیه که با بار منفی قرار داره، درسته؟ اینها هم پایه‌هایی هستند که به زمین متصل شدن. اینها چون به زمین متصل هستن عملا باری رو ندارن. ببین بر اثر القا میاد این رسوب دهنده تو بار منفی بهش میده، این گرد و غبارت رو بار منفی بهش میده، بعد میارش وارد این سیکل میکنه، درست شد؟ این بر اثر القا جذب یه صفحه میشه، اونجا اون صفحه خودش دیگه باری رو نداره. چون باری رو نداره چه اتفاقی میفته؟ نیروی الکتریکی حذف میشه. خب هر جسمی بر اثر ثقل نیروی وزنش میتونه به سمت پایین بیاد، اون موقع شما میبینید ذرات گرد و غبار به سمت پایین خواهند اومد. مطلبی نیست که خیلی بخوان توی امتحانات و کنکور ازش سوالی بدن، ولی دونستنش خالی از لطف نیست. بریم سراغ یکی از قسمت‌های مهم این فصل که جای خالیش توی کنکور حس میشه و خیلی از سالها سوال میاد، بعضی سالها نمیاد. وقتی یک سال سوال نیاد احتمالا سال بعدیش سوال کنکور خواهد شد. کنکور 98 ازش سوال اومده بود، 99 احتمال زیاد خیلی حالا مخصوصا برای خانواده تجربی روش مانوری ندن، ولی کنکور 1400 احتمال سوال اومدنش خیلی بالا هست. میگه انرژی پتانسیل الکتریکی هنگامی که دو بار همنام را کنار یکدیگر قرار دهیم بر اثر نیروی دافعه رفته رفته انرژی جنبشی ذره ها افزایش یافته و طبق قانون پایستگی انرژی میتوان گفت که افزایش انرژی جنبشی در اثر کاهش انرژی به نام انرژی پتانسیل الکتریکی نمایان میشود. تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی، هرگاه یک بار الکتریکی در میدان الکتریکی جابجا شود انرژی پتانسیل الکتریکی آن تغییر می کند، که اگر بار با سرعت ثابت حرکت کند تغییرات به صورت زیر قابل محاسبه است: WE کار انجام شده مساوی است با منفی دلتای UE. بنابراین شما میتونید به راحتی از این مبحث نمره بگیرید در امتحان مدرسه که حتما سوال داره، کنکور هم که بسیار مبحث مهم و غیر قابل حذفیه. ببین داستان چیه؟ ببین اول من این چیزو به شما بگم، این انرژی پتانسیل الکتریکی به دست آوردنش خیلی آنچنان کار آسونی نیست، یعنی خیلی چیزها رو در نظر نگرفته شا شما تونستی به این نتیجه گیری ها برسی. میگه دو تا بار همنامو که کنار هم قرار بدیم چه اتفاقی میفته؟ ببین دو تا بار همنام نیروی چی به هم میدن؟ دافع. ابتدا چیه؟ اینها ساکنن، پس وقتی که شروع میکنه به حرکت کردن سرعت که میگیره انرژی جنبشیش میره به سمت بالا. انرژی جنبشی که بره به سمت بالا طبق انرژی مکانیکی پتانسیلش بایستی بیاد به سمت پایین، پس دلتا یوش کاهش پیدا میکنه. حالا اون دلتا یوه همون کاریه که در واقع انجام میدن، فقط یه علامت منفی هم داره. خب ببین دلتا یو یا تغییرات انرژی پتانسیل الکتریکی میشود کار انجام شده روی بار. ببین کار انجام شده روی بار، اگر بار خودش کار انجام بده میشه منفیش، قبوله؟ خب نگاه کن WE شما چی میشود؟ WE میشود FED کوسینوس تتا، قبوله؟ این که رابطه ایه که شما در کتاب دهم هم خوندید. خب نیروی الکتریکی رو اینجا قراره چی تولید بکنه؟ ناشی از یک میدان باشه، میشود EQ، درست شد؟ پس FE رو جایگذاری میکنم به جاش چی؟ EQ. ببین اینجا رو، پس میشود EQD کوسینوس تتا. خب دلتا یو ای گفتیم میشود چی؟ منفی دبلیوی که بار انجام میده. ببین یه وقت ما روی بار کار انجام میدیم، یه وقت چی؟ بار خودش کار داره انجام میده، قبوله؟ خب پس میتونم بگم دلتا یو ای میشود منفی دبلیو ای که میشود منفی قدر مطلق کیو ای دی کوسینوس تتا. طبق قانون پایستگی انرژی اگر تنها نیروی وارد بر ذره نیروی الکتریکی باشد میتونی بگی دلتا یو ای میشود منفی دلتا کا میشود دبلیو ای
مساوی دلتای کا که می شود 1/2 ام در وی دو به توان دو منهای وی یک به توان دو که معروف بود به قضیه طلایی کار و انرژی. خب هرگاه بار الکتریکی در جهت دلخواهش حرکت کند دلتا یو کاهش و هرگاه خلاف جهت دلخواهش حرکت کند دلتا یو افزایش می یابد. ببین این فرمول خیلی چیز سختی نداره، اما به جرات میتونم بگم 70% بچه ها نمیدونن عددی که به دست میارن درسته یا غلطه. چرا؟ چون هر عددی که به دست بیاری هم مثبتش توی بازی هست هم منفیش توی بازی هست. ببین من یه مثال خیلی ساده رو برای شما میزنم، اینجوری با همدیگه توجیهش بکنیم ببینیم چیه. این قلم الان دست منه، درسته؟ اگر من این رو رها کنم خودش دوست داره به سمت کجا بیاد؟ پایین بیاد. اوکیه؟ پس ببین این میشه جهت دلخواهش رو به چی؟ پایین اومدن. اوکی؟ خب حالا اگر من اینو خودم بیارمش پایین پتانسیلشو کم میکنم یا زیاد؟ کم. میگه آقا نمیخواد این کارو بکنی، من خودم تو نمیوبردی من خودم میومدم پایین. پس ببین اگر شما یک بار رو در جهت دلخواهش بیاریدش عملا در حقش لطفی نمی کنید، فقط داری سرش منت میذاری، عملا دلتا یو رو داری کم میکنی. اما فرض کن من میارمش بالا، وقتی که میارمش بالا خودش دلش میخواست بره پایین، من بردمش بالا، قبول داری پتانسیل بیشتری برای سقوط داره؟ یعنی اگه رهاش بکنی خیلی محکمتر میخواد سقوط بکنه. بارها هم همینه، شما اگر در جهت دلخواهشون ببرید پتانسیلشون رو کم میکنید، اگر در خلاف جهت دلخواهشون ببرید پتانسیلشون رو افزایش میدید. این یه مثال ساده دیگه بزنم. فرض کن مهمون دارید، مهمونتون یه بچه خیلی شیطون داره، شما این بچه ها رو نگرش میدارید، درسته؟ وقتی که اون بچه میخواد به سمت جلو بره شما میکشیدش عقب. ببین داری باهاش مخالفت میکنی، کافیه ولش بکنی. وقتی که ولش میکنی این پتانسیل زیادی توش ذخیره شده، قشنگ مثل میگ میگ با کله میره تو دیوار، درسته؟ اما اگر شما اون بخواد خودش بره جلو شما هم هلش بدید بره جلو، خب هیچ اتفاقی براش نمیفته. این میگه من در جهت فرضی خودم هم همین بود، فقط تو داری پتانسیل رو کم میکنی. حالا بریم با همدیگه ببینیم چجوری میشه. ببین بار مثبت جهت دلخواهش کجا هست؟ بار مثبت اگر میدانش به این سمت باشه در جهت میدانش بهش نیرو وارد میشه، درسته؟ خب پس اگر من در جهت میدان ببرم یعنی در جهت دلخواهش بردم پتانسیلش کم میشه، پس دلتا یو منفی میشه. اگر بار مثبت رو خلاف جهت دلخواهش یعنی خلاف جهت میدان ببرم یوش میره بالا، یو که بره بالا دلتای یو هم افزایش پیدا میکنه. بار منفی چه جوری بود؟ بار منفی خودش ذاتاً نیروش خلاف جهت میدان بود، پس اگه بار منفی رو در جهت میدان ببرم یعنی خلاف دلخواهش بردم پتانسیلش زیاد میشه، یو میره بالا دلتا یو مثبت. اگر بار منفی رو در خلاف جهت میدان ببرم جهت دلخواهش بردم پس یوش کم میشه، به تبع دلتا یوش هم مقداری منفی میشه. پس من میتونم بگم نگاه کن بار مثبت در جهت میدان حرکت کنه دلخواهشه دیگه، پس یوش کم میشه، دلتا یوش هم به تبع میشه منفی. بار مثبت خلاف جهت میدان بره خلاف جهت دلخواهشه، یوش میره بالا دلتا یوش هم مثبت. بار منفی در جهت میدان بره، خودش دوستش خلافش بره، چون در جهت میدان رفته یوش زیاد، پس دلتا یوش هم مثبت میشه. و بار منفی در خلاف جهت میدان اگه بره، خلاف جهت میدان جهت دلخواهشه، پس یوش کم میشه، دلتا یوش هم چی میشه؟ منفی. حالا سوال اینجاست، اگر یک باری رو ما در جهت خلاف میلش یا در جهت میلش حرکت ندادیم چه اتفاقی میفته؟ یادت باشه
فقط و فقط مؤلفه هایی که در جهت دلخواه و غیر دلخواه باشن مهمه ولا غیر. مثال رو نگاه کن، اینو یادته، من اگه پایین می آوردم پتانسیل گرانشیش کم می شد، بالا می بردم زیاد می شد. حالا من اینو اگه توی این مسیر افقی حرکت بدم پتانسیل گرانشیش تغییر می کنه آیا؟ خیر. حل جهت دلخواه این اینجوریه، جهت دلخواهش این حالت این حالت، یعنی توی این راستا تغییر باعث چی می شود؟ باعث افزایش کاهش دلتا ایو. پس یه نکته اگه یادت باشه، اگر به شما مسیر منحنی داد، اگر به شما مسیر چند پله‌ای داد، فقط و فقط و فقط قسمت‌های مهمن که در جهت دلخواهت یا خلاف دلخواه شما حرکت بکنه. اینجا شما در حکم چی هستید؟ بار الکتریکی. جهت دلخواه و خلاف دلخواه میشه یا جهت ای یا خلاف جهت ای. پس بریم سراغ رابطه بعدی، اختلاف پتانسیل الکتریکی. دلتای وی مساوی می شود با دلتایو به کیو، که دلتایو می شود منفی دبلیو الکتریکی تقسیم بر کیو یا دبلیو خارجی تقسیم بر کیو. نکته بعدی، وی مساوی یو تقسیم بر کیو، رابطه یه که توی کتاب درسیتون اومده و شما نمیدونی چجوری اومده ها، و یوش هم بلد نیستی به دست بیاری. اگر یه زمانی سوالی از شما بخواد برای این رابطه، یو رو خودت بایستی بتونی در خودش بایستی بهتون بده و شما نمیتونید هیچ رقمه این رو به دستش بیارید. بریم سراغ توجه. ببین، گفتیم تو رابطه بالا حتماً حتماً حتماً، خوب نگاه کن، باید دلتایو و کیو با علامتشون لحاظ بشه. یعنی دلتایو مثبت یا منفی میذاری، بارت هم مثبت یا منفیش رو میذاری. حل نکته، دبلیو الکتریکی کاری است که میدان روی بار انجام میدهد. پس کاری که میدان روی بار انجام میدهد. نکته، دبلیو خارجی کاری است که توسط عامل خارج از میدان روی بار انجام می شود. مثلا دست ما یک عاملی خارج از میدان باشه. نکته، سوی خطوط میدان الکتریکی همیشه از پتانسیل بیشتر به پتانسیل کمتر است. پس نگاه کن اینجا رو، اگر به شما یه نمودار رو میده این حالتی، اینجا آ باشه، اینجا بی، وی آ قطعا از وی بی بیشتره. پتانسیل شما یادت باشه همیشه از بیشتره به سمت کمتر. خب من اینجا نوشتم حرف دل. خب حرف دل یعنی چی؟ آقا هر کی دلش میخواد چیکار بکنه. ببین، بار مثبت دلش میخواد کجا بره؟ از نقطه‌ای با پتانسیل الکتریکی بیشتر به نقطه‌ای با پتانسیل الکتریکی کمتر بره. چرا؟ به خاطر اینکه بار مثبت جهت دلخواهش همان جهت کیه؟ ایه. ما توی ای میگفتیم از وی مثبت، وی بیشتر به وی کمتر میریم. پس حرف دلش میگه چی؟ بار مثبت میگه من دلم میخواد از پتانسیل بیشتر به پتانسیل کمتر برم. خب بار منفی چی دلش میخواد؟ بار منفی قطعا اینو دلش نمیخواد. بار منفی میگه من دلم میخواد از پتانسیل کمتر به پتانسیل بیشتر برم. چرا؟ چون من دوست دارم خلاف جهت میدان حرکت کنم. خلاف جهت میدان یعنی پتانسیل کمتر، برو به سمت پتانسیل بیشتر. نکته، یه نکته مهمه که توی کتاب خیلی اشاره بهش نشده، ولی یادت باشه منظور از پتانسیل یک نقطه، اختلاف پتانسیل یک نقطه با زمینه. حالا منظور از خود زمین جاییه که پتانسیلش صفره. حل منظور زمین زیر پای ما همیشه نیست، هرچند خود زمین زیر پای ما هم پتانسیل صفری رو میتونه ایجاد بکنه برای ما، اما زمین در درس فیزیک و اونقدری که شما بایستی بدونید به جایی میگن که ویشنده صفره. یه نماد جالبم داره، این نماد رو هم خب داره، نمادی هستش که به معنای زمین یا نقطه‌ای با پتانسیل صفر
در نظر گرفته میشه. اگر یک جای این رو دیدید خیلی راحت میتونید زیرش بنویسید وی اینجا چنده؟ صفره. پس من میتونم اینجوری بگم پتانسیل اصلا وجود نداره، پتانسیل الکتریکی، اختلاف پتانسیل وجود داره، اما چون یک طرف رو صفر میگیرن به اختصار ما دلتای وی رو تبدیل کردیمش به چی؟ وی اون نقطه. مثال شماره 56 گفته بار کیو منفی 2 میکروکولون از نقطه A به B و سپس از B به C جابجا میکنیم. تغییرات انرژی پتانسیل الکتریکی را بیابید. خب اولین کاری که توی دیدن این مسئله ها میکنی، یک، دلش میخواد کجا بره رو پیدا میکنی. بار چیه؟ بار منفیه. بار منفی میگه آقا من جهت دلخواهم کجا هست؟ باریکلا. بار منفی جهت دلخواهش خلاف میدان هست. قبوله؟ خب ببین میدان که به این سمته، پس اگر ای این سمتی باشه در واقع دلخواه این به کدام سمته؟ به این سمته، یعنی اف الکتریکی شما این سمتی داره وارد میشه. قبوله؟ خب میتونم اینجا اصلا بنویسم دلخواه. خب الان من از A تا B دارم در این راستا یا در این راستا میرم؟ یعنی در این جهت یا این جهت میرم؟ نه. در جهت دلخواهشه؟ نه. غیر دلخواهشه؟ نه. در جهت بی ربطیه. پس میتونم بگم دلتا یو آبه میشود چند؟ باریکلا. دلتا یو آبه شما میشود صفر. چرا؟ چون نه در جهت دلخواهشه، نه خلاف جهت دلخواهشه. تموم شد. پس حالا اگه بخوایم رابطه ای بریم چی بود؟ ببین دلتای یو میشد منفی ای کیو دی کوسینوس تتا. درسته؟ خب ببین کوسینوس تتا خب زاویه چیه؟ یادت توی فصل کار انرژی زاویه نیرو و جابجایی هستش. الان نیروی شما کدوم سمتی وارد میشه؟ این حالت. جابجایی کدوم حالته؟ رو به پایین. تتا 90 درجه باشه میشود چند؟ صفر. پس به این خاطره که دلتا یو شما میشود صفر. بریم برای قسمت بعدیش. از بی تا سی در جهت دلخواه رفته یا نرفته؟ بله، در جهت دلخواهش رفته. چون در جهت دلخواهش رفته پس حتما پتانسیلش کاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی تو میتونی منفی مثبت ها رو بیخیال شی، فقط و فقط بر اساس همون نکته‌ای که بهت گفتم میگی در نهایت دلتا یو میشه منفی. بریم با هم دیگه حل بکنیم، هم علتش رو روی مسئله بهت بگم هم از اون نکته‌ای که گفتم. خب ببین میدان رو که به من داده 10^6. نگاه کن اینجا رو. ببین متحرک من اف الکتریکی که داره بهش وارد میشه این سمت خلاف میدان، اما جابجایی که داره میره این سمت یا این سمت؟ خوب نگاه کن. ببین از A اومد B، از B میخواد بره به C، جابجاییش کدومه؟ این سمت. قبول داری؟ میتونی بگی زاویه بین نیرو و جابجایی من چند شده؟ صفر. پس دلتای یو میشود منفی ای من 10^6 ضرب در کیو که بود 2 میکروکولون، 2 ضرب در 10^ منفیش. آقا منفیشو بذارم؟ نه، اگه یادت باشه تو قدر مطلق بود اینجا. حله. ضرب در دی شما، جابجایی شما چقدر توی مسیر آب؟ 20 سانتی متر یا 2/10. پس ضرب در 2/10 ضرب در کوسینوس 0. کوسینوس 0 که میشود 1. 2 × 2 = 4 یه دهم هم داره، این در توان منفی 6 و مثبت هم که با هم میره، پس میشود 0.4 ژول منفی. ببین منفی که تو بازی بود خب از بین نرفت و موند و در نهایت پتانسیل طبق فرمول هم کاهش پیدا کرد. من به شما توصیه میکنم توی حل مسئله برای این که خودتو اذیت نکنی چه کار کن؟ همیشه شما اندازه رو به دست بیار، بعد که به دستش اووردی یادت باشه
از طریق اون نکته که داره در جهت دلخواهش میره یا خلاف دلخواهش میره علامتش رو پشتش قرار بده. نکته بعدی که خیلی مهمه، یادت باشه من وقتی میگم دلتا یو، این داستانی که تعریف کردم براش صادقه، مثبت منفی میشه. اگر دلتا کاتو بخواد میشه برعکسش ها، اگه دبلیو ای تو بخواد میشه برعکسش. حواست به اینها باشه. مثال شماره 57، مطابق شکل بار الکتریکی کیو منفی 2 میلی کولوم. بار نسبتاً بزرگیه چون میلی واحد بزرگی واسه بارهای نقطه‌ای ماه. از نقطه آ به بی جابجا می شود. انرژی پتانسیل الکتریکی بار چگونه تغییر می کند؟ خب ببین، متحرکی که شما دارید یک بار چیه؟ منفیه. گفتیم اولین کار میه چه کار میکنی؟ میگی جهت دلخواهش میشه چی؟ بار مثبت بود خود میدان، بار منفی خلاف میدان. پس جهت دلخواهش این سمتیه، درسته؟ خب نگاه کن، الان از آتابی که داری میری، قبوله؟ متحرک شما نه در جهت دلخواهت نرفته، اما یک جوری رفته که جهت دلخواه و غیر دلخواه توش وجود داره. ببین در هر صورت شما میتونی بگی از آ تا ب که رفته این مسیر رو طی کرده، درسته؟ این تیکر رو چه کار کرده؟ طی کرده. پس من میتونم چه کار بکنم؟ میتونم از رابطه برم، میتونم من بیام اول این مسیر آب رو تجزیهش بکنم، فقط همین تیکر رو برم. ببین در نهایت، خب اگر این از آ به ب رو بخوایم دست بیاریم، مثل اینه که فقط و فقط من از آ تا سی شو بگیرم، سی به بی اصلا کاری انجام نداده. خب ببین، پس من دو تا روش اینو حل میکنم. میگم برای اولی دلتا یو میشد منفی ای کیو دی کوسینوس تتا. پس دلتا یو من میشود منفی ای 5 × 10^6 ضرب در کیو 2 میلی کولون 2 × 10^-3 ضرب در دی رو میگیرم این مسیر که هست 0.5 متر ضرب در کوسینوسه. ببین جا به جایی شما اینجاه، درست شد؟ جهت دلخواهش کدوم سمته؟ این سمت، قبوله؟ پس میتونم بگم نگاه کن، این دیه، این همون اف الکتریکی جهت دلخواه، این زاویه چنده؟ باریکلا 150 تا. پس میشه کوسینوس 150. کوسینوس 150 رو اگه بلد باشی میتونی بنویسی میشود سینوس چند درجه؟ 60 درجه، درست شد؟ میشود کوسینوس 90 به اضافه چند تا؟ 60 تا، که بعد 90 در واقع اون کوسینوس رو تبدیل میکنه به سینوس، میشود چی؟ سینوس 60. خب فقط یه نکته ای رو هم باید در نظر بگیریم، کوسینوس توی ربع دوم ما منفیه، پس این میشود چی؟ منفی سینوس 60. قبوله؟ ما اندازش رو اونجوری به دست میآوردیم، علامتش رو هم که میتونستیم از این طریق به دست بیاریم. خب سینوس 60 درجه میشود رادیکال چند؟ 3/2. پس من میتونم بگم دلتای یو من مساوی می شود با، ببین این 2 رو با این 2 می زنم، حله؟ بعد دیگه می تونم چه کار بکنم؟ می تونم بگم 10^-3 با 10^6 که از بین بره میشه 1000 تا. 1000 ضرب در نیم می شود 500 تا. 500 ضرب در 5 قبوله میشه 2500. این میشه 2500. یه دونه رادیکال 3 هم که باقی مونده. خب ببین یه منفی اینجا دارم، یه منفی هم اینجا دارم، پس این علامتی میشه ناخودآگاه مثبت. دلتا یو شما میشه 2500 رادیکال 3. بریم ببینیم با اصول من هم سازگاره یا نه. متحرک من از آ تا سی بعد از سی تا بی یا اینجوری که اومده هر جوری که رفته خلاف جهت میدانش رفت یا در جهت میدانش رفته، در جهت میدان، چون در جهت میدانی یعنی خلاف دلخواهش رفته، پس پتانسیلش زیاد شده. این یه روشیه که معمولا طراح دوست داره شما از این مدل حل بکنی، اما اگر زرنگ باشی اینو اینجوری حل نمی کنی. میگی آقا دلتا یو
AB همون دلتا U چیه؟ AC، چون اصلا CB صفره. درست شد؟ به این میگن اصل سوپرپوزیشن یا اصل جمع آثار قوا. میگه کار برایند شما یا تغییرات نهایی برایند شما میشه مجموع تغییرات یا کاری که انجام داده. خب من میتونم بگم اینجا اگر 50 سانتی متر باشه این بود چند؟ 25. مثلث ها رو یادته؟ این چی بود؟ 25 رادیکال 3. پس من میتونم بگم دلتا یو من میشودش چی؟ 5 در 10 به توان 6، کیو من 2 در 10 به توان منفی 3، ضرب در جا به جاییمون چقدره؟ 25 رادیکال 3، ضرب در کوسینوس چند درجه؟ ببین الان من دارم این سمتی میرم، یعنی دی من این وریه، اما اف هم کدوم سمتی این ور؟ زاویه چند درجه است؟ باریکالله 180. کوسینوس 180 میشه منفی 1. منفی با این منفی بره، مثبت این رو تولید کنه. این هم دقیقا همون رابطه بالا هستش. یه نکته مهم که از همین مثال نتیجه گیری کردیم، نکته تغییرات انرژی پتانسیل الکتریکی به مسیر حرکت بار در میدان بستگی ندارد و تنها به جابجایی بار در راستای میدان بستگی دارد. پس اون جهت دلخواه همیشه یک جهتیه، یا در جهت ای یا خلاف ای. منم دارم اینجا به شما همین رو میگم، میگه یادت باشه تغییرات انرژی پتانسیل فقط به حرکت توی این مسیر وابسته است، ما بقیه داستان کشکه، به هیچ دردی نمیخوره. مثال شماره 58 گفته مطابق شکل بار کیو 10 میکروکولون از آ تا ب جابجا شده طبق مسیر. تغییرات انرژی پتانسیل الکتریکی بار در این جابجایی چند ژول است؟ خب ببین مسیر منحنیه، به دردم نمیخوره. اصلا من منحنی رو که اصلا بلد نیستم، من این وتریا رو 90% تجزیهش میکنم. وای به حال منحنی. منحنی رو من میخوام چجوری بدست؟ اصلا میتونی طول اینو بدگی؟ پس یادت باشه اگر منحنی داره بهت میده داره اذیتت میکنه، سر کارت گذاشته، چون با شما با اطلاعات دوران دبیرستان هیچ وقت نمیتونی طول این منحنیه رو به دست بیاری. قبوله؟ خب من میگم آقا میدان من کدوم سمته؟ میدان من این سمته. فقط و فقط جا به جایی هایی برای من مهمه، یا اینجوری باشه یا اینجوری، یعنی تو این دوتا راستا. خب الان از آ اومده به ب، من میتونم بگم مثل اینه که در واقع این مسیر قرمز اومده، بعدش این مسیر چی رو اومده؟ سبز. خب خدا رو شکر مسیر سبز کلن کنسله، چون نه اینه نه این، اما مسیر قرمز رنگم قابل قبوله. بنابراین میتونم بگم دلتای یو میشود منفی ای شما 10 به توان 6، کیو شما 10 ضرب در 10 به توان منفی 6، ضرب در جا به جایی من 4 دهم، ضرب در کوسینوس رو میخوام به دست بیارم، کوسینوس چند درجه. خب ببین بار مثبته، جهت ای که به این سمت باشه جهت اف ای هم این سمته، جا به جایی هم این سمته، پس تتای شما چنده؟ 0. قبوله؟ تی میشه 1. میتونم بگم این دوتا هم که با هم ساده میشن میشه 4 ژول، اما یه منفی پشتش داره که دلتا یو شما میشود چند تا؟ باریکلا دلتا یو میشود منفی 4 ژول. قبوله؟ کاملا هم درسته، من دارم بار مثبت رو در جهت میدان میبرم، یعنی در جهت دلخواهش. میگه آقا نکن برادر من، نکن این کارو. چرا؟ چون داری الکی برای من کمک میکنی، منت میذاری، من خودم هم اینو دارم میرم، تو وقتی که داری این حرکتو با من انجام میدی فقط پتانسیل منو کم میکنی، من اینو تو نیام خودم میتونستم برم. خب حالا فرض کن به شما میگفت دبلیو ای چقدر میشه. ببین مگه دلتای یو نمیشد منفی دبلیو ای؟ پس من میتونم بگم دبلیو ای میشه منفی 4، میشه مثبت 4 ژول. حواست باشه ما بیشتر با دلتا یو کار میکنیم، چون تیت کتاب درسیه و بیشتر سوال اومده، میتونه از شما بپرسه دلتای کا چقدر میشه. قبوله؟
دلتای کار شما چقدر میشه؟ میشود منفی دلتای یو شما، میشود مثبت 4 جول. اگر اینها رو هم از شما خواست، شما باز بایستی با همین رابطه به دست بیاری، علامت مثبت و منفیشو عوض کنی. مثال شماره 57 گفته در شکل مقابل چه رابطه بین شدت میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی در نقاط A و B وجود دارد. خب شدت میدان یعنی زور میدان، قدرت میدان رو چی نشون میداد؟ تراکم خطوطش. تراکم خطوط A بیشتره یا B؟ الان شما اینجا خطوط رو نزدیکتر میبینید یا اینجا B؟ پس من میتونم بگم در واقع میدان B، EB بزرگتر از E چی هست؟ A. چرا؟ چون خطوطش تراکمش بیشتره. خب نکته بعدی، جهت میدان همیشه از پتانسیل چیه؟ بگو جهت میدان از وی بیشتر به کمتر. پس میتونم بگم وی آ از وی ب بزرگتر هست. و توضیح بار در اجسام. میگه هر دو بار الکتریکی به جسم نارسانا منتقل شود به دلیل عدم وجود الکترون های آزاد، بار منتقل شده در همان جا باقی میماند. حال اگر بار الکتریکی را به یک جسم رسانا منتقل کنیم، روی سطح خارجی آن پخش می شود و در ضمن تراکم آن در فرو رفتگی ها و نقاط نکتیز بیشتر است. نکته: میدان الکتریکی در داخل رسانه ها 0 است. سوال کنکور 98 بود. چون اگر میدان وجود داشته باشد، به الکترون های آزاد نیرو وارد می شود و از حالت تعادل خارج خواهند شد. پس حواست به دو تا نکته باشه. یک، اگر جسم نارسان داشته باشی بار رو بهش منتقل کنی، همون جایی که انتقال دادی میمونه، اما اجسام رسانا سری میان روی چی؟ سطح رسانا پخش میشن. در ضمن اگر شکل شما نکتیز باشه، مثلا یه همچین حالتی باشه توی نقاط نکتیز، توی فرو رفتگی ها، توی اینجور جاها بار بیشتری قرار خواهد گرفت. مثال شماره 60 گفته بین دو صفحه موازی که به فاصله 2 سانتی متر از هم قرار دارن، اختلاف پتانسیل الکتریکی 500 ولت ایجاد کرده ایم. اگر یک ذره آلفا بین این دو صفحه قرار گیرد، نیروی الکتریکی وارد بر آن چند نیوتن خواهد شد؟ خب میدانهای الکتریکی میدانهای بیازاری هستند، مگر اینکه بار الکتریکی توشون قرار بگیره. آلفا آیا بار الکتریکی داره؟ بله، ذره آلفای شما بار الکتریکی داره. به اندازه چی؟ به اندازه 2 الکترون بار داره. آلفای شما در واقع 2 چی داره؟ ببین آلفای شما در واقع 2 پی داره، 2 پروتون داره دیگه، قبوله؟ خب حالا من میتونم بگم اگر بدونم نیرویی که میخوام به دست بیارم چی میشه، مشکلم حله. اف من میشود ای کیو. ای میدان چی میشه؟ میدان شما ایش اینجا میشود وی تقسیم بر دی. پس در نتیجه اف من میشه وی دیوم زب در چی؟ کیو. درست شد؟ خب حالا میتونیم بگیم ببین من دی رو دارم، وی رو هم دارم، پس اف من میشود وی من 500 تقسیم بر دی من 2 سانتی متر، 2 در 10 به توان -2 ضرب در چی؟ کیو من. کیو من میشه 2 پروتون، 2 بار الکترون، قبوله؟ 2 ضرب در 1.6 10 به توان -19. خب من از اینجا میتونم این رو با این ساده کنم، میشه 10 به توان 17. این 2 صفرم میزنم 10 به توان 15. 2 و 2 رم ساده می کنم، پس می شود 10 به توان -15. 5 تا 1.6 هم می شود 8. پس 8 ضرب در 10 به توان -15. گزینه شماره 2. مثال شماره 61 درون یک میدان الکتریکی 1 نواخت بار الکتریکی 2 میکروکولون از نقطه آ تا به جا به جا می شود. اگر کار نیروی الکتریکی
در این انتقال برابر مثبت 5/10 به توان منفی 5 ژول باشد، تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی یه این بار چند کیلو چند ژول است و وی بی منهای وی آ برابر چند ولت است. خب ببین دبلیو ای رو به من داده چی؟ مثبت 5/10 به توان منفی 5. خیلی شیرین شما میتونی بفهمی دلتای یوت میشود منفی 5/10 به توان منفی چند تا؟ 5 تا. درست شد؟ خب ببین از طرف دیگه ای من بار چی دارم؟ مثبت رو دارم. حله؟ خب بار مثبت رو دارم. ببین پس تا اینجا می شود منفی 5 میشه گزینه های 3 و 4 حذف بشه. به شما گفته اگر خب وی بی منهای وی آر رو هم بخوای به دست بیاری، دلتا یو شما چیه؟ منفیه. درسته؟ وقتی دلتا یوت منفیه برای بار مثبت یعنی جهت دلخواهش رفتی. جهت دلخواه بار مثبت جهت میدانشه. پس من میتونم بگم حرکت من در جهت چیه؟ میدانه. یعنی در واقع بی شما اینجاه، آی شما هم اینجاه. آفرین، از پتانسیل بیشتر به پتانسیل کمتر رفته. پس میتونم بگم وی به منهای وی آ هم عددی منفی خواهد بود. میشود گزینه شماره 1. مثال شماره 62. در شکل زیر بار الکتریکی کیو منفی 50 میکروکولون از نقطه آ به پتانسیل الکتریکی چند تا؟ 120 تا. به نقطه بی میرود و انرژی پتانسیل الکتریکی آن 5 میلی ژول تغییر. تغییر یعنی چی؟ یعنی مثبت و منفیشو به من نگفته. میکند. پتانسیل الکتریکی نقطه بی چند ولت است؟ خب بار من چیه؟ منفیه. بار منفی جهت دلخواهش کدوم سمته؟ آفرین، جهت دلخواهش خلاف ای هست. الان ای این حالتیه، من دارم کدوم برمیام؟ دارم این سمت. این میشه جهت چی؟ دلخواه. درست شد؟ برای آب بی هم که اینجوری اومدم شامل مؤلفه این حالت و اینه. اینش که هیچی، اما این حالتش دقیقا داره در جهت دلخواه میاد. در جهت دلخواه بار منفی دلتا یوت منفی میشه. پس نتیجه گیری مقدار دلتا یو من میشود 5 میلی ژول. اوکیه؟ حالا من پتانسیل بی رو میخوام به دست بیارم. میتونم بگم دلتای یو تقسیم بر کیو میشود دلتای وی. پس از اینجا وی بی منهای 120 مساوی میشود دلتا یو من منفی 5/10 به توان منفی 3 بروی کیو من که کیو چنده؟ بودش 50 میکروکولون منفی 50/10 به توان منفی چند؟ 6. که این دوتا رو اگه با هم دیگه ساده بکنم، این رو هم ساده بکنم، یه 10 میمونه. ضرب در 10 به توان منفی 3 که میشه 10 به توان منفی 2. بیاد بالا چند تا کلن میمونه؟ باریکلا 100 تا. وی بی منهای 120 شده 100. 120 بره اون طرف، وی بی رو بهت میده چند تا؟ 220 ولت. مثال شماره 63. گفته در یک فضا میدان الکتریکی ثابت و یک نواخت برقرار است. ذره با بار الکتریکی منفی را در نقطه ای از این فضا از حال سکون رها می کنیم. خب تا زمانی که ذره تحت اثر میدان الکتریکی در این فضا جابجا می شود به سمت مکانهایی با پتانسیل الکتریکی جای خالی می رود و انرژی پتانسیل الکتریکی آن جای خالی مییابد. خب بار منفی یادت گفتیم چی؟ بار منفی تمایلش این بود که از پتانسیل کم به بیشتر بره. درست شد؟ خب پس من میتونم بگم جواب اولش میشود این دوتا که خط میشه بیشتر و بیشتر. پس انرژی پتانسیلش چی میشه؟ چون در جهت دلخواهش میره انرژی پتانسیلش کاهش خواهد پیدا کرد. یادت باشه، یادت باشه شما تو فرمولم دارید دلتا یو تقسیم بر کیو میشود دلتای وی. دلتا وی چیه؟ مثبت. کیو چیه؟ منفی. دلتا یو ناخواسته چی به دست میاد؟ حواست باشه منفی خواهد شد. مثال شماره 64.
کده ضربه به جرم 5 گرم و بار کیو در فضای بین دو صفحه رسانا توسط یک نخ آویخته شده است. اگر نیروی کشش نخ 2/100 نیوتن باشد و ذره در حال تعادل باشد، بار کیو چند میکروکولون است. خب با توجه به این شکلی که من دارم میبینم عملا یه همچین حالتیه دیگه. ببین یه ذره کیو اومده اینجا آویزونه. خب یه کشش نخ دارم که چنده؟ 2/100 نیوتن. یه دونه نیروی چی دارم؟ باریکالله MG دارم که MG من میشه 5 × 10^-3 میشود 5/100 نیوتن. خب ببین آقا MG شما 5/100 رو به پایینه، تیت 2/100 رو به بالا، پس دستگاه شما بایستی رو به پایین حرکتونه. اگر اومده اینجا تعادل داره، قبوله؟ نگاه کن گفته تعادل داره، پس یه نفر دیگه داره کمک میکنه 3/100 نیوتن نیرو رو به بالا وارد میکنه. خب اینجا کی وجود داره؟ ببین پس یه 3/100 نیوتن هم این خواهد شد. آیا نیروی مکانیکی یا نیروی دست داری؟ نه. آیا نیروی فنر داری؟ نه. تنها چیزی که اینجا وجود داره چیه؟ یک میدان الکتریکی و یک بار. نیروی چی وجود داره؟ الکتریکی. پس من میتونم بگم این میشه F الکتریکی. معادلش هم این میشه دیگه، FE به اضافه 2/100 بایستی مساوی 5/100 باشه، پس FE من میشود 3/100. خب به یک بار که درونه میدان یک صفحه رسانه قرار بگیره چه نیروی وارد میشه؟ EQ. پس من میتونم بگم FE میشود EQ. E خودش میشود V دیوم اینجا، پس 3/100 مساوی V من 300 به روی D من 8 سانتیمتر، 8 × 10^-2 ضرب در چی میشود؟ Q. پس کیو من مساوی می شود با طرف این وسطه این میکنم، اینو میارم اینجا 3/8 × 10^-2، اینم 300 ضرب در 100 که می نویسم 3/10^-4. خب 3 رو که با 3 می زنم 10^4 تشریف بیاره بالا می شود 10^-4. این پکم کلا بر می دارم برای میکروکولونم، پس کیو من مساوی می شود با 8 میکروکولون. ببین نیروی شما خب بار 8 میکروکولونی این نیرو رو تولید می کنه. حالا هم مثبت می تونه باشه هم منفی. من چجوری تشخیص بدم که اینجا مثبت یا منفی؟ چون تو گزینه ها نگاه کن جفتشو داره. ببین کار سختی نیست، قبوله. جهت میدان شما همیشه از مثبت به منفیه، یعنی شما میتونی بگی جهت ای شما الان اینجای دیگه. ببین این صفحه منفیه، این مثبت. از کجا میفهمم؟ خب این پایانه مثبت اینجاست، پایانه منفی اینجاست، قبوله. الان اید این حالته، اف ایت هم این حالته. اگه قرار باشه نیرو و میدان هم جهت باشن، بایستی بارم مثبت باشه یا منفی؟ باریکلا بار مثبته که نیرو و میدانش با هم همجهت هستن. مثال شماره 65. کدام یک از گزاره‌های زیر نادرست است؟ 1. انرژی پتانسیل الکتریکی بار منفی در جابجایی در جهت خطوط میدان الکتریکی افزایش می‌یابد. بار منفی دلش می‌خواست در جهت میدان بره یا خلافش؟ خلافش، درست شد؟ حالا من دارم در جهت می‌برم، چون خلاف جهت دلخواهشه پس پتانسیلش افزایش پیدا میکند، درسته. 2. انرژی پتانسیل الکتریکی بار مثبت در جابجایی در خلاف جهت خطوط میدان الکتریکی افزایش مییابد. کاملا درسته. چرا؟ چون این اگر ای بود دوست داشت اینوری بره بار مثبت، اما الان دارم دی رو این طرفی میذارم، پس پتانسیلش زیاد میشه. این گزینه هم که درسته. گزینه بعدی، تغییرات انرژی پتانسیل الکتریکی دوباره مثبت و منفی هم اندازه در یک جابجایی یکسان در میدان الکتریکی
همواره قرینه یکدیگر است. بله، میگه اگر جفتشون در یک جهت جابجا بشن، هم اندازه هم باشن، فقط قرینه همان کاملا درسته. چرا؟ چون بالاخره یکیشون داره در جهت دلخواهش میره، اون یکی جهت غیر دلخواهشه. اون که غیر دلخواه میشه مثبت، اون یکی منفی. پس این گزاره هم کاملا درسته. هر گونه جابجایی بار الکتریکی در میدان الکتریکی یک نواخت با تغییر انرژی پتانسیل الکتریکی همراه است. خب جواب غلط شما که این میشه. اما چرا؟ چون گفته هر گونه جابجایی. من اینو الان خطوط میدان من اینجوری هن. درسته؟ من اگر این رو این حالتی جابجا بکنم پتانسیلم تغییر میکنه. اگر اینجوری جابجا بکنم چی؟ نه. درست شد؟ مثل چی؟ مثل این مارکر. اگر مارکر شما پتانسیلش یه جهت میدان گرانشیش رو به پایینه، خب اگر شما اینو بیاری اینجا آیا تغییر میکنه؟ خیر. ما میدونیم اگر کلن در راستای عمود بر ای حرکت کنم دلتای یو چنده؟ صفر. اصلا تغییری به وجود نخواهد آمد. مثال شماره 66 گفته اختلاف پتانسیل پایانه های باتری خودروی 12 ولت است. پس دلتا وی 12. اگر بار کیو از پایانه منفی به پایانه مثبت باتری جابجا شود، انرژی پتانسیل الکتریکی آن 600 میلی ژول کاهش می‌یابد. بار کیو چند میلی کولون است؟ اولا حواست باشه که بار رو بر حسب میلی کولون خواسته، چون خیلی وقتا ما اینجا با میکرو کولون بیشتر استفاده میکنیم، معمولا بچه ها اینجا یه مقداری سوتی میدن. حواست باشه. نکته بعدی، خطوط میدان رو اگر ما رسم بکنیم، ما میدونیم جهت میدان چیه؟ در واقع این حالتیه، یعنی اینجا مثبته، اینجا منفیه. درست شد؟ قبوله؟ میگه از پایانه منفی به پایانه مثبت جابجا میشه. یعنی چی؟ یعنی FE شما، درست شد، خلاف ای شماه. قبوله؟ ببین FE خلاف چی شده؟ ای شما، این خطوط ای. خب از طرفی گفته دلتا یو هم کاهش پیدا میکنه. دلتا یو من هم شده منفی 600 میلی ژول. اون چه باریه که دلتا یوش اگه خلاف جهت میدان بره کاهش پیدا میکنه؟ یعنی خلاف جهت میدان رفتن جهت دلخواه کیه؟ بار منفی. پس نتیجه گیری کیو من 100% چیه؟ منفیه. یعنی تا به اینجا این دوتا گزینه خط میخورن. پس دلتای وی من میشد دلتا یو به کیو. از اینجا مقدار کیو میشود دلتا یو به دلتای وی. دلتا یو بوده چند تا؟ منفی 600 میلی ژول تقسیم بره 12 ولتش که بکنم این میشه 50. چون میلیشو دست نزدم، میلیش هم باقی میمونه. پس جواب شما میشود منفی 50 میلی کولوم. رسانه منزوی خونسا در میدان خارجی. میگه اگر یک رسانه خونسای منزوی را در یک میدان الکتریکی خارجی قرار دهیم، میدان را داریم ببینید، میدان الکتریکی به الکترون‌های آزاد رسانه نیرو وارد میکند، خب و آنها را جابجا میکند، به طوری که اثر میدان الکتریکی خارجی چی میشه؟ خونسا میشه. قبوله؟ پس نگاه کن، میگه اثر میدان الکتریکی خارجی در درون رسانه خونسا میشود و میدان الکتریکی خالص درون رسانه صفر میشود. در شکل میدان خارجی به سمت راست است و میدان حاصل از بالهای القا شده به سمت چپ میباشد. خب این دو میدان اثر هم رو خونسا میکنن و در نهایت میدان در داخل رسانه چند میشود؟ صفر میشود. سوال کنکور 98 اومده بود. مولد واندوگراف. مولد واندوگراف دستگاهی است که بار الکتریکی روی کلاهک فلزی آن انباشته می شود. اگر یک جسم رسانا با کلاهک این دستگاه
تماس پیدا کند و یا در نزدیکی آن قرار گیرد میتواند دارای بار الکتریکی شود. در نمونه ساده مولد واندوگراف قلتک پایینی توسط یک موتور الکتریکی میچرخد و تسمه روی قلتک چرخانده میشود. مولد واندوگراف را اگر ندیده باشید توی مدرسه‌تون و آزمایشگاه نداشته باشید، میتونید یه سرچ توی اینترنت بزنید و فیلم‌های جالبی رو ازش پیدا بکنید. اگر شما یک مولد واندوگراف رو روشن بکنید و یه دختر خانومی باشی که موهای خیلی بلندی هم داشته باشی، دستتو بذاری روی اون مولد واندوگراف، اتفاقی که میفته چی میشه؟ باعث میشه که موهای شما یه طرح انیشینی خوشگلیه، در واقع طرح پریشون توی فضا ایجاد بکنه، به خاطر باردار شدن اون در واقع سیستم تحت اثر مالش این اتفاق میفته. خب میگه حالا کلن سیستمش چجوریه؟ نگاه کن، میگه معمولاً غلطک پایینی، ببین غلطک پایینی اینجا درست شد؟ خب از حالا با رنگ سبز بکشم، غلطک پایینی از جنس پلاستیک پلی‌اتیلن و غلطک بالایی از جنس آلومینیوم هست در اثر مالش تسمه لاستیکی. ببین این تسمه لاستیکی میاد روی این، در واقع مالش ایجاد میکنه. میدونیم مالش یکی از راه‌های انتقال باره، درست شد؟ خب میگه بنابراین طبق سری الکتریسیته مالشی یا همون سری تریبو الکتریک چه اتفاقی میفته؟ بار مثبت پیدا میکند. غلطک پایینی که بار مثبت دارد در یک شانه فلزی، این شانه فلزیه که بهش وصله، به زمین وصله است، بار منفی رو القا میکند. بار منفی توسط این شانه روی سطح بیرونی تسمه حرکت میکند و قرار داده میشود. در غلطک بالایی تسمه لاستیکی باردار منفی درست شد، الکترون ها رو از نوک شانه فلزی دفع می کند و بار منفی از سمت تسمه به شانه چی می شود؟ در واقع منتقل میشه. ببین شانه بالایی هم میشه اینجا. خب این شانه بالایی این سری وصله به چی؟ به کلاهک واندوگراف شما. خب ببین بار منفی رو انداختیم روی شونه، شونه هم چه کار میکنه؟ وصله به کلاهک واندوگراف، میاد انتقالش میده به کلاهک واندوگراف و در نهایت چی میشود؟ کلاهک واندوگراف شما بار منفی زیادی رو داره. حالا شما اگه بخوای با کلاهک واندوگرافت بار مثبت تولید کنی چیه؟ تنها راه کارش اینه که توی سری مالشی بگردی موادی رو که در واقع برای جنس غلطک‌ها و این نوارها استفاده می‌کنی عوض بکنی. نوشتیم اینجا با انتخاب جنس‌های دیگر برای غلطک که در سری الکتریسیته مالشی پایین‌تر از لاستیک قرار دارند مانند تفلون میتوان بار الکتریکی مثبت را روی کلاهک ایجاد کرد. خب بعد از این ترکیب مولد واندوگراف با قفس فاراده یه آزمایش بسیار جالبی رو در واقع ایجاد میکنه. میگه حالا اگر شخصی داخل قفسی رسانا قرار گیرد و به کمک واندوگراف بزرگ تعداد زیادی بار به قفس منتقل شود، به شخص آسیبی نمیرسد که به این قفس قفس فارادی میگویند. به همین دلیل است که در هنگام آذرخش بهترین مکان داخل اتومبیل است. خب ببین شما کاملا میدونید دلیل علمیش چیه، بار روی اون سطح رسانه شما پخش میشه و باری که وارد اون قفس میخواد بشه روی سطح بیرونیش داره پخش میشه، بنابراین هیچ اتفاقی برای اون فردی که داخل قفس فارادی قرار میگیره نخواهد افتاد. مثال شماره 68، مطابقش یک کره رسانا توسط نخ نارسانا داخل استوانه رسانا و خونسا آویزان شده است. بار سطح داخلی و خارجی استوانه را تعیین کنید. ببین مرحله اول، این رسانای من خونسه، یعنی چی؟ یعنی مثبت و منفی داره. قبول داری وقتی این وسطی مثبته اتفاقی که میفته چیه؟ این وجود این مثبته باعث میشه که منفی ها توی لبه داخلی جمع بشن و مثبت ها بیان روی لبه خارجی. اوکیه؟ پس ابتداش به این صورت، داخل منفی خارج مثبت. میگه حالا اگر کره با پاره شدن نخ روی کف استوانه سقوط کند، بار سطوح چه تغییری میکند؟ توی حالت جدید من میتونم بگم این حالتی میشه مثبت. آقا
تماس برقرار شده، یعنی مثبت منتقل میشه. خنثی که هیچی، مثبتی که منتقل میشه کل مجموعه میشه مثبت. در ضمن میدونیم با روی سطح خارجی پخش میشه، پس میشود مثبت هایی که روی این سطح خارجی پخش خواهند شد. مثال شماره 69 شکل زیر کره ای را نشان میدهد که درون میدان الکتریکی قرار دارد. این کره جای خالی است و درون آن از چپ به راست پتانسیل الکتریکی جای خالی است. خب ببین کره ای که شما دارید میبینید داخلش چی ایجاد شده؟ ببین توی یک میدان قرار گرفته اما داخلش میدان صفر شده. پس ویژگی چی بود؟ رسانه‌ها. یادت الان تیترو رسانه‌های منزوی؟ خب بعد از شما گفته پتانسیل الکتریکی دلتا وی چگونه تغییر می‌کند؟ دلتا ویش اصلا تغییری نمی‌کنه چون ای داخلی صفره. شما جایی نداری که بگی وقتی ای نداری می‌خوای بگی از پتانسیل بیشتر میره به پتانسیل کمتر یا از کمتر برم به بیشتر، ای وجود نداره. پس رسانا و ثابت خواهد ماند، میشه گزینه شماره 1 سوال خارج کشور 98. مثال شماره 70 گفته مطابق شکل زیر گوی فلزی باردار با بار مثبت 15 میکروکولون را به یک ظرف فلزی خالی با بار منفی 20 میکروکولون تماس میدهیم. چون تماس داره میشه دیگه، پس وقتی اسم تماس میاد القا و اینا دیگه تو حاشیه است. سپس آن را جدا میکنیم. نوع بار الکتریکی ظرف و گوی به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ خب ببین وقتی که شما تماس برقرار میکنی گفتیم چه اتفاقی میفته؟ هر دوتا میگن بیا بارامونو بذاریم رو هم، بعدش اگه مثل هم بودن 50-50 با هم نصف میکردن، قبوله؟ خب الان من اگه بیام مثبت 15 رو به اضافه منفی 20 بکنم جواب چی میشه؟ میشه منفی 5. پس اینجا رو خوب نگاه بکن. ببین الان اومده تماس برقرار شده دیگه، یعنی این استوانه شما اگر باشه این گویه همیشه یه قسمتی از پوسته خارجی این ظرف شما. پس الان نگاه کن بار منفی کلن مونده، مثبت گویی که کلن تعطیل شد، بار منفی اینجوری میاد توی این سطح‌های خارجی چی میشه؟ پخش میشه. میگه حالا بیا اینو جداش کنیم. خب من اگه اینو جداش بکنم یه همچین شکلی دارم، قبوله؟ که بارش منفیه. یه دونه هم اینو دارم که بارش چیه؟ منفی. پس هر دوتاشون چی میشه؟ باریکلا منفی منفی خواهد شد. مثال شماره 71 گفته کدام یک از جملات زیر صحیح نمی باشد. یک میدان الکتریکی خالص در داخل یک رسانه‌ای منزوی باردار برابر صفر است. کاملا درسته. دو میدان الکتریکی داخل یک جسم رسانه‌ای منزوی بدون بار که در داخل یک میدان الکتریکی خارجی قرار گرفته صفر است. این هم کاملا درسته. کلا میدان الکتریکی داخل رسانه منزوی قرار صفر باشه. سه خطوط میدان الکتریکی یک رسانه‌ای باردار عمود بر سطح این رسانه است. بله این هم درسته. چهار میدان الکتریکی درون یک رسانه‌ای باردار منزوی که داخل میدان الکتریکی قرار گرفته مخالف صفر است. خیر این غلطه. پس جواب شما میشه گزینه شماره 4. من توی رشته تجربی خانم دکترا و آقا دکترا حواستون باشه این مبحثی که میخوایم بگیم و شما نداری، پس شما میتونی الان فیلم رو نگه داری یه استراحت 10 دقیقه یه رو بکنی، ما 3 تا مثال برای بچه های رشته ریاضی فیزیک حل بکنیم، بعد شما دوباره به مبحث ما اضافه بشید. چگالی ساعتی فقط برای رشته ریاضیه. خب چگالی سطحی که با سیگما نشونش میدن میشه نسبت بار به سطح رو میگن چگالی سطحی. یادتونه ما گفتیم توی نقاط نکتیز تراکم خطوط تراکم باری بیشتر بود، دلیلش همین چگالی سطحیه. چرا؟ سطح مقطع کم میشه همون بار زیاد میشه، پس چگالی سطحی در نقاط نکتیز قاعدتا بیشتر هست.
خب سیگمای شما می شود کیو تقسیم بر آ. سیگما چیه؟ چگالی سطحی بهش میگن. آ چیه؟ سطح مقطع واحدش باریکلا متر مربع. کیو چیه؟ باره که واحدش هست چی؟ کولون. خب پس من ناخودآگاه میفهمم چگالی سطحی میشه کولون بر متر مربع. یه رابطه ای است که ازش ممکنه توی کنکور سوال بیاد، چون تفاوت بین کتاب تجربی ریاضی توی این فصل فقط همین یه رابطه ای هستش که الان با هم دیگه مثالش رو حل میکنیم. مثال شماره 72 گفته دو کره رسانه آ و بی داریم. اگر شعاع و اندازه بار روی کره آ دو برابر شعاع و اندازه بار روی کره بی باشد، چگالی سطحی آ چند برابر بی است؟ ببین آقا، به من گفته آر آ دو تا آر بیه و همزمان کیو آ هم دو تا کیو بیه. من میدونم برای چگالی سطحی شعاع رو نیاز ندارم، سطح مقطع مهمه. پس میتونم بگم چون آرش دوبله، بنابراین سطح مقطعش میشه دو به توان دو. پس آی آ میشود چهار تا آی بی. حالا بریم سراغ نسبت سیگمای آ به سیگمای بی. میشود کیو آ به کیو بی، آی بی به آی آ. یه ساده سازی بکنیم. کیو آ به بی میشود چند؟ دو. آی بی به آی آ میشود یک چهارم، یا آی آ به آی بی میشود چهار. پس توی مخرج یه دونه چهار وجود داره، دو چهارم جواب من میشود یک دوم. مثال شماره 73 اگر حجم کره آ 8 برابر حجم کره بی باشد و بار آن نصف کره بی باشد، پس ببین وی آ 8 تا وی بیه و همچنین به شما داره میگه کیو آ یک دوم کیو بی است. شما به ما بگو چگالی سطحی آ به بی چقدره؟ من میتونم بگم وقتی وی آ 8 تا وی بیه یعنی چی؟ یعنی شعاع آ دو برابر شعاع بیه که به توان 3 رسیده شده 8. حالا اگه شعاع به توان 2 برسه نسبت مساحت رو نمیده، پس من میتونم بگم آی آ میشود 4 تا آی بی. بنابراین سیگمای آ به سیگمای بی میشود کیو آ به کیو بی ضرب در آی بی به آی آ. یه ساده سازی بکنیم. آقا کیو بی دو تا کیو آه، پس اینا ساده بشه میشه دو. از طرفی آی آ هم چهار تا آی بیه، یعنی تو مخرج یه چهار هم دارم، دو ضرب در چهار جواب میشود یک هشتم. مثال شماره 74 گفته اگر جرم کره آ دو برابر جرم کره بی باشه، یعنی ام آ دو تا ام بی، و چگالی آ 16 برابر چگالی بی باشه، پس روی آ 16 تا روی بی باشد، به شرطی که دو کره دارای بار یکسان باشند. مطلوب از تعیین سیگمای آ به سیگمای بی. ما برای سیگما کیو رو میخواستیم که یکسانه و آ رو میخواییم سطح مقطع. جرم و داده چگالی هر جا این دوتا می اومدن مثلث طلایی تشکیل می شد، رو ام وی. قبوله؟ پس من می تونم بگم از اینجا روی آ ضرب در وی آ مساوی می شود با دوتا روی بی ضرب در وی بی. قبول داری؟ روی آ 16 تا روی بیه، پس این دوتا رو ساده می کنم، به جاش می زارم 16 رو هم با این ساده بکنم میشه 8. وی بی 8 تا وی آه، یعنی چی؟ یعنی شعای بی دو برابر آه که به توان 3 رسیده شده 8 برابر. حالا سطح مقطع آه و بی چه نسبتی دارن؟ آه بی میشود 4 تا آه آه. بنابراین من میتونم بگم، به من گفته بود سیگمای آ به بی رو به دست بیار، سیگمای آ به سیگمای بی کیوهاش که برابر بود ولش میکنم میشود آی بی به آی آ. آی بی چند برابر آه؟ چهار برابر.
سوال بسیار متداولیه که فقط بچه رشته ریاضی دارن و میتونه سوال کنکور خود شما باشه.